ما بریم سراغ رایان. رایان جان سلام. سلام سلام آرمین جان، مرسی. من داشتم گوش میکردم، واقعا لذت بردم. این تو صف خانمون خیلی خیلی حرف قشنگ زد. این مقالاتی که شما بگید این خیلی چیز خوبیه. حتی خیلی من آرزو میکردم که این جزء واحدهای درسی میشد، از بچگی به بچه ها آموزش میدادن، از دوران حتی دبستان و راهنمایی دبیرستان، که اینا بدونن اصول منطق. البته منطق به عنوان درس من فکر میکنم تو بعضی رشته های ما داشتیم بود تو قبلش سالها پیش، الان فکر کنم باشه به عنوان درس منطق، اصول بحث که وقتی که البته منطق، ببین راین جان، بعضی از منطقه ها کاربردشون کمه. ببین ما منطق رسمی داریم، منطق غیر رسمی داریم. خب غیر منطقه های رسمی ما تو مدرسه هم که بودیم منطق به ما درس دادن، ولی منطقه های رسمی رو به ما دادن که از همون زمان سقراط و افلاطون و ارسطو و اینا به هزاران سال تمام دنیا رو یه جوری گفتم منطق. یعنی این خیلی از این منطقه هم کاربردی تو زندگی روزمره مردم نداشت. خب نه، این منطقه رسمی خیلی به نظر من چسبیدن مردم بهش تو طول تاریخ خیلی ما رو عقب انداخت. مغلط های غیر رسمی که اومده، که ببینید مغلط های رسمی خیلی مثلا صفر و یکه، یعنی اگه شما بتونین اونا رو میگه مغلطه بخش منطقه رسمی خیلی صفر و یکه، یعنی اگه یه چیزی درست باشه بر اساس منطقه رسمی حتما درسته، و اگه درست نباشه میبینی. ولی منطق ریاضیاته. من فکر کنم شما اشتباه گرفتید، منطق همون ریاضیاته. در واقع توی منطق میخونیم که هر جزئی از کل کوچیک‌تره، نمیشه که جزء از کل بزرگتر باشه. یکی از اصول منطق اینه. یا اینکه میگیم ما یه سری بدیهیاتی داریم. بدیهیات شما باید بدونید که مثلا چیده بدیهیه دیگه، اون بدیهیات قابل اثبات نیست چون بدیهیه. این منطقی که شما میگین همون منطقیه که من میگم کاربردش کمه اتفاقا. خب اون منطقی که مثل ریاضیه، خب منطق رسمیه. خب منطق رسمیه که توی زندگی روزمره خیلی کاربردی نداره. خب منطق غیر رسمی هست که اتفاقا این خیلی 40-50 ساله که الان رواج پیدا کرده، که همین پیدا کردن مغلطه هاست، بهش میگن تفکر نقادانه. خب این روش منطق درسته که جوابای صفر و یک و قطعی، ببین منطقه رسمی جوابای قطعی به ما میده، خب جوابای فلسفی قطعی به ما میده و خیلی شبیه ریاضیه، ولی تو زندگی روزمره برای اینکه پیدا کردنی که ببینی یه حرف درسته یا نه خیلی کاربردش کمه. برای اینکه تو زندگی روزمره هم اینکه بیایم به طور قطعی نشون بدین که مثلا آرمین درست میگه یا نه و رایان درست میگه یا نه، احتمال امکانش نیست. یعنی میدونین ما نمیتونیم با ادعا، بذار من حرفم تمام بشه، با ادعاهای ما نمیتونیم مثل فرمول ریاضی رفتار بکنیم. خب منطق غیر رسمی کاربردش خیلی بیشتره. خب درسته که به طور قطعی به ما جواب نمیده، ولی ما نباید انتظارمون این باشه که ما به طور قطعی بتونیم بیایم پیدا بکنیم که آرمین داره حرفش درسته یا رایان حرفش درسته یا هیچ کدوم حرفشون درست نیست. ما فقط میتونیم بیایم بگیم که خب این احتمال درست بودن این یه مقدار کمتر شده به خاطر که، یا اینکه اگرم درسته به خاطر چیزی ممکنه درست باشه، ولی نه به خاطر که حرفی که آرمین زد، برای اینکه آرمین از این مطلقه از این مغلطه استفاده کرد و من این مغلطه رو میشناسم و نمیگم چون آرمین این مغلطه رو استفاده کرد پس نتیجهش اشتباهه. نتیجهش هم میتونه درست باشه ولی نه به خاطر چیزی که آرمین گفت. خب یعنی مثلا منطق غیر رسمی باعث میشه که ما بهتر بتونیم فکر بکنیم، بهتر بدونیم سیاست مداران دارن درست میگن یا درست نمیگن، بهتر بدونیم که مثلا چیزایی که توی جامعه رواج داره یا که مده اینا درسته یا درست نیست. اینا غیر رسمیه. منطق غیر رسمی کاربرد داره. اجازه بدید شما بگم که با احترام که به شما قائلم، شما اشتباه میکنید. من دلیل این حرفم اینه که شما الان گفتی که این مغالطات 50 سال گذشته یا حالا 100 سال گذشته، 150 200 سال گذشته وارد شده. نه خیر قربان، این از زمان ارسطو بوده.
که این خیلی خیلی چیز قدیمی هستش. ما اجازه بدید من عرض کنم، ما سوفسطاییان داشتیم در فلسفه هستش، اینه سفسطه میکردن. سفسطه حالا چیه؟ همون مغالطه است در واقع. مغالطه، سفسطه یعنی چی؟ یعنی استدلال نادرست، فساد در استدلال، هر استدلالی که اصلا غیر منطقی باشه، نادرست باشه. منطق من فکر میکنم ما تو الان تو یه صفحه نیستیم، در واقع همدیگر رو قبول داریم ما، ولی شما میگید مغالطه، منم همونو دارم میگم، منطق همونه. حالا غیر رسمی و رسمی نمیگم منطق یه چیزی کاملا پرفکتیه، ممکنه که شما بیاید یه نظری رو اضافه کنید و یه چیزی کم کنید. الان تو جامعه شناسی تعریف‌های متعددی از واژه فرهنگ شده. ما نمیتونیم بگیم که جامعه شناسی حالا این قابل قبول نیست به خاطر اینکه یه جامعه شناسی رسمی داریم، یه جامعه شناسی غیر رسمی داریم. خیر، این جامعه شناسی تعریف‌های مختلفی از واژه‌ها کرده توسط جامعه شناسان بزرگ و داره رو به بالا، رو به جلو داره حرکت میکنه. منطق منظور من اصول، حالا تو آخونده میگن علم اصول، اصول کلامی. منطق یعنی اون چیزها رو باید بدونیم که استدلال چگونه باید باشد. شما اصلا منظور من رو متوجه نشدین. شما یه جوری شما اصلا منظور من رو متوجه نشدین. شما من وقتی میگفتم که این یه چیزای جدیده، شما فکر کردین که من دارم میگم اصلا منطق یه چیز جدیدیه و مبارزه با مغلطه یه چیز جدیدیه. گفتید مغالطات، این مغالطات من یادداشت کردم. شما گفتید مغالطات، من حرفم نگفتم هر مغلطه مبارزه با مغلطه اصلا چیز جدیده. این مغلطه هایی که ببین یه سری الان یه چیز که جدیدتره که خیلی هم کاربردش بیشتره، خب که اینه که یک سری مغلطه هایی که خیلی استفاده می شده، خب و یعنی یه سری اشتباه ها، ببین اینکه مردم استدلال اشتباه استفاده می کنن که به نتیجه برسن، خب و اینکه مثلا یه فیلسوفی یا یه کسی که کار منطقی میکنه بیاد بگه که خب این استدلال اشتباهه، این کار خب معلومه که خیلی قدیمیه، خب این معلومه که یه چیز خیلی قدیمیه، خب ولی چیزی که الان جدیده، خب چیزیه که این اشتباهاتی رو خب که خیلی استفاده زیاد میشده، خب مغلطه‌هایی که خیلی استفاده زیاد میشده، یه سری کسایی اومدن اینا رو کاتگورایز کردن، اسم براشون گذاشتن و شناسایی کردن و گفتن خب این مغلطه‌هایی که خیلی زیاد استفاده میشه، اگه ما با اینا شناسایی بکنیم که اینا چی هستن و شما اینا رو بشناسین، احتمال پیدا کردنش و استفاده کمتر ازشون احتمالش بیشتر میشه. خب این روش با اون روشی ارسطویی که از زمان یونان باستان وجود داشته خیلی فرق داره. خب چیزی که اونا بهشون میگفتن منطق، یه منطق رسمیه که خیلی شبیه ریاضیه و اگه نمیگم اون منطق اشتباهه، خب اون منطق 100% درسته. مثلا اون منطقای رسمی که مثل فرمولای ریاضی هست، شما اگه مثلا بگین که مثلا من متوجه حرف شما هستم، بذار من حرفم تموم بشه برای کسایی که متوجه نیستن رایان جان. بله. شما بگین اگه A و B درست باشه و C 100% خواهد درست خواهد بود، مثلا میشه مثلا یه فرمول ریاضی. ببین میگم منطق مثلا رسمی، میگین اگه A باشه و B درست باشه، A و B 100% نتیجه C رو میده و هیچ احتمال دیگه هم وجود نداره، یعنی 100% C رو به ما میده. خب این منطق رسمیه و این یه منطقیه که هزاران سال ازش استفاده شده. منطق غیر رسمی که الان داره مدتر میشه و کاربرد بیشتری داره اینه که میگن که خب ببین آرمین این نتیجه رسیده ولی از این استدلال استفاده کرده، این استدلالش استدلال خیلی مدیه که استفاده استدلال غلطیه، خیلی استدلال غلطیه که خیلی استفاده میکنه و اسمش هم اینه، شما اسمش رو بشناسید. این به شکل اون ریاضیوار منطق رسمی نیست، ولی اون منطق رسمی فقط برای نتیجه گیری چیزای خیلی مبهم که تو زندگی روزمره روز زندگی ما تاثیر نداره کاربرد داره. خب چیزایی که فیلسوفا دربارش صحبت میکنن، درباره نتیجه گیری این که مثلا سیاستمداران چی میگن، مادر من چی بهم گفته اگه مغلط استفاده کرده، این دیندار داره میاد میگه که مثلا شما بی اخلاقین، برای این چیزا اون منطق رسمی خیلی کاربرد نداره. این منطق جدیدی که غیر رسمیه کاربردش تو زندگی روزمره ما خیلی استفادهش بیشتره. بفرمایید.
منطق جدید البته من اختلافی با شما ندارم، من دارم میگم شما حتما قبول میکنید این منطق جدید. من داشتم میگفتم فلسفه منطق درسته که تو دبیرستان ها آموزش داده بشه، و شما گفتید ما یه منطق رسمی داریم غیر رسمی، اون رسمی مهم نیست غیر رسمی مهمه. البته اون غیر رسمیه بالای همین رسمی هستش. حالا فرض کنید که ما تو هر علمی پیشرفت داریم، من نمیگم که چیزهای اضافه نشده به علم منطق، اضافه شده، بهتر شده، حالا بحث از این نیست، بحث اینه که در حال این علم منطق مهمه، مهمه که به همه آموزش داده بشه. مثل اینه که من یه چیزی که شما اصلا نگفتید من ادعا کنم که شما اونو گفتید، بعد بخوام مثلا همین الان که شما چیزی ممکنه من اشتباه کرده باشم، ولی به هر حال منطق رسمی یا غیر رسمی فرق نداره. من یه همچین تقسیم بندی البته ندیدم، ولی هر نوع منطق که علمی باشه اینها خیلی خیلی مهمه که بهش پرداخته بشه. مغالطات جزء منطقه و اصول ریاضیات جزء منطقه. این چیزهایی که مربوط میگه اگر A باشه و B باشه بعد نتیجه حتما C خواهد بود. اگر بگیم که مثلا فرض کنید همه ایرانی ها شیعه هستن، فرض، بعد ما بگیم که من ایرانی هستم، بنابراین ثابت خواهد شد که من شیعه هستم. این منطق میگه. اینا رو به صورت ابتدایی درس میدن و در بالاترش مغالطات رو میگن. اینا لازمه که بچه ها بدونن و بعدش راجع مغالطات بدونن. مغالطات این خیلی مهمه. راجع مثلا مغلطه دور زدن، همین مغلطه که الان شما گفتید، من میخواستم راجع به همین مثلا این چند مثال بزنم، گوش میکردم و فکر کردم خیلی مثال عالی زیاد هستش. خیلی الان اگه بگیم همه کسی که دارن گوش میکنن میفهمم مثلا آره دقیقا درک میکنن که بله من متوجه حرفت شدم. من فقط میخواستم بگم که منطق ارسطویی خب یا منطق رسمی یا منطق شبیه ریاضی، من فقط میخواستم، من مخالفتی با شما ندارم، من فقط دارم میگم که کاربردش تو زندگی روزمره، نمیگم که این منطق، خیلی تو لایف چت میکنم من میگم این منطق مثلا به درد نمیخوره، خب به درد یه چیزی میخوره خب، ولی تو زندگی روزمره، تو زندگی سیاسی یا مثلا مبارزه با عقاید دینی یا با عقاید غلط سیاسی، یا تو زندگی روزمره، تو زندگی که میخوام ببینین چی بخورین، چی برای سلامتیتون خوبه، آیا این کسایی که این حرف رو شما دارن میزنن از مغلطه استفاده میکنن یا نمیکنن، من دارم به شما میگم که تو زندگی روزمرهتون این منطق غیر رسمی کاربردش بیشتره. نگفتم منطقه رسمی رو بندازین دور، بالاخره یه سری چیزا هست توی مثلا چیزای مبهمی که مثلا خیلی ریاضی وار هست و که تو زندگی روزمره شما نمیتونین باهاش تجربه داشته باشین، ممکنه تو اون چیزا به درد میخوره، خب 100% به درد میخوره اون چیزا، ولی کسایی که میخوان یاد بگیرن که چجوری بحث بکنن، چجوری بفهمن این عقایدشون اشتباهه، عقایدش کدوم عقاید درسته، به طور صفر و یکم نه ها، احتمال این عقایدشون درست باشه زیاده، احتمال که این عقایدشون اشتباهه یا درسته چقدر، یا اینکه اگرم حتی درسته با کدوم استدلال میشه نشون داد که درسته. اگه میخواین استفاده بکنین از کدوم منطق، از چه روش منطقی استفاده کنین، این منطقای ارسطویی به درد شما نمیخوره، به درد یه چیزای دیگه میخوره، ولی به درد این کار نمیخوره. بله. این منطقای غیر رسمی، ببینید چیزی که دنبال شما میگردین تفکر نقادان است. اصلا کسایی که میگن ما رو این منطق رسمی غیر رسمی چیه، بذارین که اینا رو بذارین کنار، چیزی که شما میخواین دنبالش بگردین تفکر، اسم جدیدش critical thinking skill. خب این با روش‌های ارسطویی و اینا فرق داره، اینو بهش میگن تفکر نقادانه، که ما هم از این به بعد یه کاری، ما برنامه‌هایی خواهیم گذاشت که یکی یکی این مغلطه‌ها رو به شما معرفی کنیم. این اونه، این که مثلا یه پرمیس یک و پرمیس دو نتیجه بده به کانکلوژن سی که خیلی فیلسوفا کلی هزاران سال استفاده کردن، این اون نیست، این یه چیز تقریبا جدیدیه. بفرمایید. بله، راجعه این قضیه که امروز گفتید اصلا بحث اصلی بود، چون طول کشید الان بحث‌های دیگه پیش اومد، یه آقای اومد راجعه مرد چینی گفت که من هیچ نفهمیدم راجعه حرفاش، و بعدش راجعه مسئله اسلامی صحبت شد. راجعه قضیه مرد پوشالی، این من میخواستم یه بار دیگه خیلی کوتاه این که مورد بحث شما هم هست اینو من بگم.
این مسئله که دو نفر A و B یه نفر یه مسئله رو یه پوینتی یه نکته رو مطرح میکنه و اون نفر دوم به جای اینکه به اون نکته توجه کنه یک چیز دیگه رو به وجود میاره، یه مفهوم دیگه رو، بعد اونو بر اساس اون نتیجه گیری میکنه. مثال های مثلا سیاسی که ما راجع بهش داریم، فرض کنید که یک سیاستمداری تلاش کنه که بودجه نظامی رو کاهش بده، جناح مخالف میاد میگه یعنی شما مخالف قدرت آمریکا هستید، میخواهید که آمریکا ضعیف باشه، میخواهید که آمریکا ناتوان داشته باشه. به هیچ عنوان ایشون نمیخواد آمریکا ضعیف و ناتوان باشه، اصلا پوینت چیز دیگه ای بود. یا اینکه حالا مثلا اونوری هم مثال بزنیم، فرض کن مثلا یکی بیاد بگه که این مدیکال خیلی گرونه، خیلی 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 گرونه، بعد شما میگید که در جوابش بیاد بگید که یعنی شما برای جان افراد آدم ها ارزش قائل نیستید. خب نه، ایشون هم که نظرش این نبود که ارزش قائل نشیم. یه مثالی که خیلی مدرسه‌ای هستش توی اینترنت هم هست، میگن که فرض کنید که یه کاپل، یه زن و شوهری میخوان که یه سگ یا گربه بگیرن، بعد خانومه بیاد بگه که من میخوام که یه گربه بیارم، بعد آقای میاد میگه که من نمیدونم تو چرا از سگ‌ها نفرت داری. خب البته خانومه هیچ وقت نگفته من نفرت دارم. این مثالا درست بود. هر صد مثالا درباره مغلطه پهلوان پنبه مثالا درست بود، خوب مثال زدی. بله، حالا یه مثال دیگه که مثلا دیگه بهتر آدم متوجه بشه، فرض کنید یه کسی به بچهش که تینیجره بگه که مثلا ساعت 10 شب حتما خونه باش. بعد بچه میگه آخه پارتی ساعت 9 شب شروع میشه و چطوری 10 شب به خونه باشم؟ پدره میگه که به خاطر اینکه فردا مدرسه داری، باید اینجا باشی و بخوابی که بتونی بری مدرسه. بعد پسره عصبانی بشه بگه که تو برای زندگی من، برای هپینس، برای خوشحالی من، برای این هیچ ارزش قائل نیستی. اصلا این یه یوتیوب مثلا این مغلطه این شاید این آخریش رو کنم شاید درست نباشه، چون که ادعا نگفت که تو ادعایی کردی که پدر نکرد. خب این آخری اتفاقا تو گوگل سایت رسمی و اکادمیک این آخری راجع به مرد پوشالی نوشته. این آخری من فکر کنم اختلاف نظر داشته باشم، چون که به نظر میرسه که پسره، این مثال تو بیام نگاه کنیم. خب چون پسره نگفتش که تو داری اینو میگی، یعنی حرف تو دهن باباش نذاش. پسره داره یه نتیجه گیری میکنه که تو داری با آزادی من مخالفت میکنی. اینه خب. تو یعنی نگفت، ولی نگفت تو این ادعا رو کردی. چرا میگه دیگه میگه تو اصلا دوست داری که من یه آدم منزوی باشم، تو دوست داری که من پاپولار نباشم، تو دوست داری که اینطوری میگه. آره درسته، ولی این یه ادعایه که من نمیگم نتیجه گیریش درسته. خب یه نتیجه گیری غلطه که بدون سند داره میگه. خب ولی مثلا نگفت که تو یعنی این حرفی که داری، یعنی پدره یه ادعا نکرد که بعد بچه بگه تو این ادعا رو داری میکنی. و این خیلی باید مراقب باشیم، چون که ممکنه یه کسی داره نتیجه گیری میکنه، نمیگه که من دارم تو میگم که تو داری این ادعا رو میکنی، ممکنه داره یه نتیجه گیری غلط میکنه. البته این فرقش خیلی ظریفه، ممکنه تقریبا نزدیک هم باشه. بله. یه سفتده خیلی خیلی بانمکی که هستش در مورد این جمهوری بی خدایان، شاید مثلا بتونیم الان راجع به مسئله دینی هم صحبت کنیم، به آدم مذهبی، حالا به مسیحی، به مسلمان، وقتی میایم میگی که آقا شما این همه این حرفایی که میزنی آقا از کجا معلوم که این حرف درسته؟ اینا هیچ دلیلی ندارن، هیچ، فقط میگن به خاطر اینکه تو کتاب اومده، تو قرآن اومده، تو انجیل اومده، تو تورات اومده، دلیلش فقط همینه. بعد شما میای آدم منطقی هستی، برمیگردی میگی خب از کجا معلومه کتاب میگه که از کجا معلوم، شما بهش بگی از کجا معلوم که این کتاب تو، این قرآن تو درسته؟ میگه به خاطر اینکه خدا گفته. میگه از کجا معلوم که خدا گفته؟ میگه به خاطر اینکه تو این کتاب اومده.
میگه آقا از کجا معلوم این کتاب درسته؟ آخه این کتاب درسته شد از کجا معلومه؟ میگه چون خدا گفته درسته. میگه از کجا معلوم خدا گفته؟ میگه به خاطر اینکه تو این کتاب اومده. خب این داره مغلطه دیگه است زدنه. آره یه مغلطه کاملا این مغلطه سرکولار ریزنینگ. آره دور میزنن دور میزنن اینا. بذار فارسی شو ببینم. فارسیش همینی که گفتی دارم میگم. من فارسی دارم میگم دیگه. ببین اینا اسامی چی نداره که، اسامی که مصوب فرهنگستان که نداره که، شما هر کلمه‌ای رو میتونی بهش بگی. نه بهتره که آره میتونیم، ولی خوبه که یه اسمای خاصی داشته باشن که بتونیم پیدا چه بودیم. به ما میگفتن دور زدن اون موقع. آره. به ما اینو میگفتن تو کتابامون، میگفتن بخوا... دور زدن من... باطله، دور باطل. ببین من فارسی اینو ندارم. خب دور باطل، تو من حرف تو رو قبول میکنم. ببین الان عربی مینویسن، شما فکر کنید هر جا که یه چی دیگه عربی نوشتن درسته بیتره. عربیش آها بیا عربیشو پیدا کنید. عرب فارسیش نداریم. استدلال دائری. خب دیگه حالا یه چی دیگه اینجا معلومه که بهتره که تو بهتره دور باطل لا دیگه استدلال دائری که تا حالا هیچ کی تو عمرش نشیده. اولی دور... که خودشو ببین اینا یه کسی دور باطلی نه قبول دارم ترجمه خوبیه. دور باطل اینا دانشمندا من میگن این حرفو، من از حرف دهن اونا شنیدم. این آقایی که مقاله رو نوشته احتمالاً، نمیگم حتما، احتمالاً رفته گوگل سرچ کرده، از گوگل ترنسلیت یه چیزی رو ترجمه کرده نوشته اونجا. اون که دیگه این چه حرفی که نگاه کنیم ببینیم ما کسایی که برین داوطلب بشین تو ویکی‌پدیا فارسی، چون نگاه کنین این سرکولار ریزنینگ اتفاقا خوب شد که گفتی رایر. این مغلطه خیلی بزرگ هم هست، یعنی این خیلی استفاده میشه این سرکولار ریزنینگ، مخصوصا طرف از کسای از آدمایی که دین دارن. خب مثالی هم که زدین هم معروف‌ترین مثالشه. خب ولی نگاه کنین این الان ترجمه شده به عربی، ترجمه شده به آلمانی و اسپانیایی و فرانسوی و اینا، نمیدونم یکیش فکر کنم کره‌ای و چینی و اینا هست، ژاپنی هم هست، ولی فارسی این ترجمه نشده. حیف که این یه چیز خیلی مهمه. نمیدونم چرا فارسی، اگه یه نفر تو ویکی‌پدیا داوطلب اینم داره میبینه، یه کسی اینو لطفاً فارسی اینم بذاری. یکی این یه چیز دیگه هم بگم رایان جان، یه چیزی که خیلی مهمه همه بدونن، خب از اینو من حرفمو بزنم یا نپر وسط حرف. خب خیلی ها فکر میکنن که اگه بگی یه چیزی مغلطه نیست، خب مثلا من یه نفر میگه استدلال میکنه، میان میگن این مغلطه فلان مغلطه است، من میام میگم نه این فلان مغلطه نبود، و میگن آرمی یعنی فهم کنن، یعنی من دارم نتیجه این شخص رو قبول میکنم. خب این دوتا با هم یکی نیست. من بگم این فلان مغلطه نیست، معنیش این نیست که نتیجه گیری این شخص رو قبول دارم. خب برعکسش هم درسته. خب یه موقع یه کسی میاد یه استدلال استفاده میکنه به یه نتیجه میرسه، من میگم این استدلال شما درست نیست، شما از این مغلطه استفاده کردین، برای من استدلال شما غلطه. خب این معنیش این نیست که اون نتیجه غلطه، اون نتیجه میتونه درست باشه، ولی از این استدلال غلطی به اون نتیجه رسیدن. خب یعنی یه موقع اگه من میام میگم فلان حرف استدلالش مغلطه بود و استدلال غلطی استفاده کرد، این به خودی خود به این معنا نیست که اون نتیجه غلطیه. خیلی بله. اینا رو حواسش باید همه حواسشون باشه. بله کاملا درسته، ممکنه نتیجه درست باشه، درسته درست میفهمید. ولی یه راجب هم منطق مغلطی دور دادن دور باطل که میگید این دیندار استفاده میکنن خیلی زیاد درسته. راجب اثبات وجود خدا میگفتن که خب اینی که یه بشری که اومده، این بشر به خاطر یه دلیلی باید وجود داشته باشه که این بشر به وجود اومده باشه، یعنی بدون دلیل این مدلول غیر ممکنه. هر چیزی، هر مدلول یه دلیلی داره. بعد سوال پیش میاد، میگه آقا اگه شما میگید که هر چیزی علتی باید داشته باشه، پس خدا رو کی به وجود آورده؟ این سوال پیش میاد، درسته؟ special pleading، این special pleading اسم این مقاطع رو میدونم. من میرم فارسیش پیدا کنم. میگه خدا رو که به وجود آورده، حالا دیگه جاشه که بگن دور باطل استفاده کنن این آقایون منطقی اسلامی و دینی. میان میگن که نه، آخرش یکی باید باشه که قائم به ذات باشه، بعد حالا چطوری ثابتش میکنن؟
الان عرض میکنم چطور. رایان جان این مغلطه دور باطل نیست، مغلطه اسپیشال پلیدینگ، فارسیش هم اینم نیست، عربیش هم من پیدا کردم، نمیشه عربیش میشه مغلطه التماس خاص، یعنی میگن این خاصه، این فرق داره. من اجازه بدید به شما بگم که این مفهوم مهمه، مفهوم اسامی این اسم چی نیستش، اسم شناسنامه نداره اینه که رایان مفهوم نه بذار این من قبول ندارم. ببینید مفهوم مهم هست، اسمای اینا اسمایی هم که براش میذاریم مهمه که ما بتونیم به پریسا فرق نداره. بذار من حرفمو بزنم رایان جان، نظر من حرفت هم میشه. من میگم ما نمیتونیم اسمش رو بذاریم پریسا، این خیلی حرف غلطیه. میدونی چرا؟ برای اینکه ما باید یه اسمایی رو بتونیم استفاده کنیم که همدیگه بتونیم اینا رو بشناسیم، که بتونیم به همدیگه کد بدیم که برن اینا رو پیدا کنن، بخونن، یاد بگیرن. خب یعنی لیبل اینا مهمه. نه برای اینکه ما نمیتونیم هر دفعه ما باید بتونیم شناسایی بکنیم اینا رو. خب کسایی که اسم اینا رو میشناسن، ببینیم ما هر دفعه نمیتونیم بذار من حرفمو بزنم. دارم گوش میکنم. آخه میگه یه ذره صبر کن، یه ذره صبر داشته باش. خب ما نمیتونیم هر دفعه یه اتفاقی میافته دو سه تا پاراگراف بندازیم تو سر یه نفر. خب ما اگه بتونیم اینا رو شناسایی بکنیم، بین یه بچه اسم بذاریم بقیه اسمشو بشناسن، حتی کسایی هم که نمیشناسن اگه مثلا اسم اینا رو بیاریم، حداقل میتونه بره پیدا کنه که بره بخونه. خب اگه مثلا تو اگه به این مغلطه تو بگی پریسا، خب من بگم چه میدونم اکبر، خب یه کسی دیگه بگه مغلطه التماس خاص، خب بعد میگه این مغلطه پریسا اتفاق افتاد، من میگم مغلطه اکبر اتفاق افتاد، یه نفر بگه مغلطه التماس خاص، اصلا نمیدونیم کی داره در چی صحبت میکنه. باید این درسته که مفهوم درسته که من قبول دارم مفهوم اینا، یاد گرفتن مفهوم این مغلطه ها از یاد گرفتن اسمشون خیلی مهمتره، ولی اسم داشتن این مغلطه ها کاربرد داره که ما بتونیم به همدیگه رفرنس بدیم، بتونیم اینا رو یاد بگیریم، بدونیم که خب مثلا اگه ما میدونیم که الان یه چیز حدود 140 تا مغلطه خیلی معروف هست که خیلی زیاد استفاده میشه. خب مثلا تو اگه اینا رو اسمشون ندونی، نمیدونی که اصلا از این 140 تا مثلا چند تاشو میشناسی، چند تاشو میدونی، چقدر پیشرفت کردی. مثلا ممکن بگی من 10 تاشو الان خوب میشناسم، 20 تاشو یه ذره بلد شدم، بقیه‌اشم هنوز یاد نگرفتم. اسم دادم به این چیزا کاربرد داره. بفرمایید شما اگه تونستید که اسامی واحد پیدا کنید، من حرفمو پس میگیرم. اسامی واحد نیست، آرزو میکردم که اسامی واحد باشه. اینه که میگم پریسا میشه واقعا هم باشه، یا خانم به نام پریسا اولین بار اینا یه مقاله نوشته و بعد به نام خودش ثبت میشه، یار حالا بحثی نیست. من میخوام بگم که این دور زدن باطل، یه جمله اصلا استفاده کنیم، اسم نگه، این مغلطه دور زدن باطل غیر قابل قبوله. خب این هم میشه اسم بود. اسم خوبی هم هست اتفاقا، من اسم تو رو دوست دارم، اسم خوبیه، دور باطل. خب دور باطل میگه که حالا مفهوم اینجاست اینا چرا میگن که از این برهان علیت یه چیز ضعیفیه دیگه. وقتی میگی که هر چیزی یه علت باید داشته باشه، یه آدمی که یه خود عاقله میاد میگه خب پس خدا علتشیه، خدا هم باید علت داشته باشه. بعد اینا نمیتونن بگن، میگن که نه، خدا قائم به ذات، علت نداره، یعنی خودش علت خودشه. بعد شما میگه آقا چطوری امکان داره؟ بعد اینا میان این استدلال میکنن، البته استدلالش از جای دیگه غلطه، ولی استدلال اینا اینه که تا اگه فرض کنید ما یه اتاقی داشته باشیم، یه 20 نفر بیرون اتاقن، یکی بیاد بگه که تا فلانی نره تو اتاق من نمیرم، دومی بگه تا سومی نره تو اتاق من نمیرم، میگه امکان نداره کسی تو اتاق رفته باشه. اگه همچین چیزی، حتما یه نفر باید بدونه قائم به ذات بره توی اون اتاق، بقیه به خاطر اون میرن، دومی به خاطر اولی، سومی به خاطر دومی. نه استدلالش اینه، میگم به خاطر اینکه نمیشه، اگه هر کی بگه اون یکی، این دور باطله. من پیدا کردم میشه التماس ویژه، فکر کنم میشه مغلطه التماس ویژه. ببینید وقتی خیلی تابلویی که اینا از گوگل ترنسلیت استفاده کردن، التماس ویژه ما اصلا تو من گوگل ترنسلیت استفاده کردم. ببین من گوگل ترنسلیت ببین این اسپیشال پلیدینگ، خب
ببین اسپیشال پلیدینگ، تو داری میگی که هیچ چیزی همه چی علت داره، خب بعد ما میگیم خدا چی؟ میگن خدا نه به این دلیل. خب بعد ما میگیم خب ببین اگه خدا نه به این دلیل، پس یه سری چیزا دیگه میتونه باشه نه به این دلیل. خب پس چرا نگی مثلا جهان نه به این دلیل؟ خب چرا نگی مثلا خود وجودیت، خود وجودیت نه به این دلیل؟ یعنی شما وقتی میگی نه به این دلیل، پس همه چی نمیتونین بگین، نمیتونین بگین همه چی، میگی نه همه چی به غیر از خدا. این میشه تمثیل به خاص بودن چیزی که شما میخواین، خب چیزی که شما میگین فرق داره. یعنی تمثیل به، آره فکر کنم تمثیل به خاص بودن، یعنی همون عربی شما استفاده میکنیم. خب التماس خاص تو فکر میکنی ترجمه خوبی نیست برای اسپیشال پیدینگ؟ نه خوب نیست. خب پس یه ترجمه به من، به ترجمه فارسی، ترجمه فارسی مغلطه اسپیشال بلیدینگ چیه؟ یکی اسم ببینم تو لایف چک اسم. میشه چیزی مثلا فرض کن، سخت گفتن، یعنی یه تمثیل به ویژه بودن. تمثیل به ویژه بودن خوبه؟ آره یه همچین چیزیه. مثلا حالا خدای من ویژه است، میگه که ویژه گفتن. آره ببین من این مغلطه رو توضیح بدم. خب این مغلطه است که تو میگی همه چی اینجوریه. خب بعد من میگم خب پس این چی؟ میگی نه این فرق داره. خب پس اون حرف اولی که زدی گفتی همه چی اینجوریه، فرق داره برای چیزی که تو نمیخوای اونجوری باشه. همه چی اینجوریه به غیر از اون چیزی که من نمیخوام اونجوری باشه. این میشه مغلطه تمثیل به ویژه بودن. خب فکر اسمشو معلوم، ما داریم الان براش اسم میذاریم، من و رایان اینجا به طور رسمی داریم اسم میذاریم برای مغلطه فارسی. تمثیل به خاص. آها بیا نگار گفت تمثیل به خاص. آره دیگه تمثیل به خاص خوبه. تمثیل با سینه؟ با نه با سه نقطه است در واقع. سه نقطه؟ در واقع سه. سه. آها سه. سین سه ساد. آره خب. خیلی خوب. به هر حال اگه کسی دیگه هست من خداحافظی میکنم که نفر بعدی بیاد. آره من دیگه طول کشید، من خواستم یه ساعت بشه. آها تمثیل یه نفرم بذار، یه نفر اینم بخونیم. میگه اگه مغلطه کنی و اسم نبری این اشتباهه، اگه چی اینو بخون، اگه ننگ مغلطه بچسبونی ولی نتونی عیب و نوع مغلطه رو بیان کنی، این خودش مغلطه است. این مغلطه نیست ولی روش خوبی نیست. خب من قبول دارم این حرفو، ولی این روش صحبت کردن مغلطه نیست ولی روش استفاده خوبی از تفکر انتقادانه نیست. خب تو اگه مثلا فرض کنید من و رایان داریم با هم بحث میکنیم، خب مثلا بعد رایان ندونه که مثلا مغلطه دور باطل یعنی چی، خب بعد من بگم که رایان یه استدلال بکنه، بعد من رایان بگم نه این اشتباهه تو مغلطه دور باطل کردی، بعد دیگه هیچی هم نگم. خب یعنی خب این روش خوبی برای بحث نیست، برای اینکه شما باید بیان توضیح بدین، هم باید توضیح بدین که این مغلطه چیه، و حتی اگه رایان هم میدونست این مغلطه چیه باید توضیح بدین که چرا رایان، چرا این برچسب مغلطه که زدی به استدلال رایان، چرا این برچسب درسته. خب البته من متوجه حرفیشون هم هستم، این خیلی خوبه، شما هم درست خب میگی، منم دارم قبول میکنم، شما هم درست میگی کاملا، که هر مغلطه یه اسم خاص مشخص داشته باشه و راجع بهش صحبت بشه، من بلافاصله بگم این مغلطه فلان هست و اون تو ذهنش همون تداعی بشه، این بسیار عالیه. ولی شما دیدید که الان یه ترجمه فارسی نیست، به زبان‌های مختلف هست اما مثلا ترجمه فارسی نیست. یعنی تو ایران من همونجوری که اول بس گفتم اصلا آرزو میکردم تو ایران میشستن یه ترجمه میکردن تو کتابای درسی دیگه، من شمایی که اونجا رفتیم دبستان و راهنمایی اونجا مثلا خوندیم، ما مشکلی نداشتیم، راحت میومدیم از یک کلمه واحد صحبت میکردیم و شما متوجه میشدی که این چه مغلطه‌ای هست. درست، ببین جفتش مهمه، من هم دونسته نمیم. بله. یعنی نمیتونین فقط اسما رو بدونین ولی مفهوم رو درست متوجه نشین. آره و بهترم هست که بعضی فقط میخوان بیان مثلا بگن که نگاه کن من چقدر منطقی ام، اسم مغلطه ها رو میندازم بعد هیچ چیز دیگه هم نمیگم، فکر میکنن خیلی شاهکار کردن. خب یعنی لازمه که خوب بتونین به طور ساده، یعنی اگه شما توضیح بدین بعد بقیه مفهمن دارین چی میگین، خیلی کار درست، یعنی باید بتونین به طور خیلی ساده بگین که چرا این مغلطه است. خب البته آیسن جان شما میگین که البته فکر کنم شما دارین به یه مغلطه اشاره میکنین. خب یه مغلطه هست اسمش مغلطه است. خب و
به عنوان مقالطه نام باشه، ولی اون با اینکه شما اسم مقالطه رو بیارین و توضیحش ندین فرق داره. اون مقالطه است وقتیه که شما میگی که این حرف نتیجهش اشتباهه، چون مقالطه چون یه نفر مقالطه استفاده کرده، یعنی استدلالش مقالطه بوده، برای همین نتیجهش اشتباهه، که نه همیشه اینطوری نیست. مقالطه اون میشه، نه اینکه شما یه اسم مقالطه رو بیارین و توضیح ندین که این چیه، این مقالطه نمیشه. خب ما بریم دیگه رایان جان. مرسی. آره مرسی از حرفات، من خیلی استفاده کردم، اصلا میاد گرفتم. من خیلی خوشحال میشم با شما صحبت میکنم. مرسی. عالیه. ببخشید یه مقدار بعضی موقع تون روی میکنم، ولی نه خواهش میکنم. من لذت بردم. مرسی. آره منم همینطور. فعلا ابلیس حافظ. خب من برم دیگه، خیلی طولانی شد، یه ساعت 40 دقیقه. من بعضی موقع دارم سعی میکنم اینا یه ساعتی بشه، ولی خیلی حال میکنم با شما. من واقعا این برنامه‌ای که دارم با شما صحبت میکنیم و خیلی دوست دارم، یعنی همیشه منتظرشم که بیام. برای همینم ممکنه برنامه‌های گفتگو با آرمین رو بکنم هفته دو بار به جای هفته یه بار، و یه مقدار ساعتش بعضیش ساعتش این موقع باشه، یکی هم بذارم یه ساعت دیگه که کسایی که تو ایران هستن بیشتر بیدار باشن. این کارو من شاید بکنم به زودی. و کسایی هم که میگن ساعتش کیه، ببین شما ببین، من هر موقع اینا رو اسکیجول میکنم میذارم روی کانال، معمولا از بین یه هفته تا 5 روز قبلش اینا رو میذارم. خب شما رو صفحه اصلی کانال یوتیوب برین نگاه کنید، روی ببینید که یه لایف استریم داره میاد، یه برنامه زنده قرار بیاد، ببینیم کلمه فارسی استفاده میکنم، بیا برنامه زنده قرار بیاد، روش که بزنید قشنگ اون پایین دست چپ به شما، پایین دست چپ یا راست به شما نشون میده که دقیقاً به وقت خودتون کی قرار بیاد. یه کانتن به فارسی شروع میشه، یه من خودم الان یه کلمه میسازم، ساعت من نمیدونم، یه به شما هم نشون میده که قرار بیاد دیگه، خودتون برید بزنید دیگه، یعنی خیلی کار سختی نیست. خب دست راست. مرسی نگار جان. نگار تو اینقدر میگی من بیام چیز بیام کو بود کجاست اسمش هم رفت، کلاب هاوس. خب خودت هم اینجا چرا میخوای من بیام با من صحبت کنیم، چرا اینجا بالا خودتون نمیاد؟ مناظره و گفتگو کم نشده، اتفاقا بیشتر هم داره میشه. شما چی داری میگی؟ ما هفته یه بار رو با برنامه با مهمون داریم، گفتگو با منم اینجا همیشه داره میاد. یه چیز دیگه هم بگم، شما میگین با فلانی مناظره کن، با فلانی مناظره کن، من با هر کسی اینجا بیاد دارم مناظره دیگه میکنم، میگه هر کسی بخواد میتونه بیاد بالا. خب دیگه لینک داریم میذاریم، هر کی بخواد بیاد بالا. شما میگه آرمون چرا با فلان مناظره نمیکنی؟ خب فلان میتونه بیاد اینجا، من دارم لینک میذارم، خودش میتونه بیاد بالا دیگه. تازه اتفاقا میتونه بیاد تبلیغ کانال خودش هم بکنه، هر کسی بخواد بیاد میتونه بیاد اینجا با من یه بحثی بکنه، یه مناظره بکنه، بعدم بیاد بگه که خب هر کسی با آرمین مخالف بود با حرف من دوست داره بیاد کانال من. این ببین انگیزه هم برای تو گذاشتم، کسی میخواد بیاد مناظره کنه بیاد اینجا، اجازه تبلیغ هر چقدر هم اختلاف نظر با ما داشته باشه، اجازه تبلیغ کانال خودش هم داره. خب میگه آرمین نرو کلاپاس، میگه چون اینجا نمیتونم همه خوابه. خب من ساعت من میذارم، من یک برنامه گفتگو با آرمینو یه ساعتی که 12 ساعت با اینم فرق داره اونم میذارم. آرمین میگه آرمین تلگرامو درست کن، از وایس چت بیایم بالا. این تلگرام و دیسکورد و اینا رو، کلاب هاوس و اینا رو بابک و یاسر و سهیلا جون و افشین و اینا هم، افشین ویدیوها رو کات میکنه. خب افشین اینا رو، یعنی کلاب هاوس سهیلا هست، بقیه چیزا رو هم بابک و یاسر هستن، من کاری نمیکنم. خب شما با بابک و یاسر و سهیلا و افشین که نه، افشین زحمتی که میکشه، این ویدیوهایی که من این استریم همین برنامه زنده که شما رو دیدین، افشین اینا رو تیکه تیکه میکنه، کار افشین این زحمت ها رو داره میکشه. الان دیگه همه میدونی همه دارن چیکار میکنن. مهمونا رو هم بابک و یاسر پیدا میکنن، یعنی میگن آرمین این مهمونو بیار، اون مهمونو بیار. بابک و یاسر زحمت های وقتی که میذارن که مهمون پیدا کردن مال بابک و یاسر هست. سهیلا هم بیشتر رو کلاب هاوس کار میکنه. خیلی خب یه چیز دیگه هم بپرسم، میگه آرمین جان با زوس به مشکل خوردین دیگه همکاری نیست بینتون؟ نه ما مشکل نخوردیم،
من اتفاقا همین دفعه قبل، هفته قبل، زوس رو تبلیغ کردم. تبلیغ کردم گفتم ببینید ما مثلا در مورد مثلا رأی دادن با زوس مثلا اختلاف نظر داریم، ولی آیا مثلا ما علیه زوس هستیم بخاطر که اختلاف نظر داریم؟ داشتم مثال میزنم اتفاقا که ببینید که ما خیلی من هنوز فکر میکنم مثلا زوس یکی از بهترین کانالایی که وجود داره، برین دنبال کنین، برین سابسکرایب کنین. من اتفاقا زوس رو یه استفاده میکنم که نشون میدم که چرا اختلاف نظر هیچ وقت به معنی مثلا طرفدار یه نفر بودن نیست. من طرفدار کانال زوس هستم و تبلیغش هم همیشه حاضرم اینجا بکنم. خب میگی که دیگه همکاری نیست. همکاری نیست، ممکنه خیلی زوس ببینیم، ممکنه زوس خیلی فکر نکنه که ببین زوس خیلی کانال بزرگتری از کانال ما. خب بالاخره زحمت میکشه، وقت میذاره، نمیتونه بیاد یه سری کار، همه کار که نمیتونه بکنه. خب ممکنه یه همین که چند باری هم که اومد رو کانال ما خیلی ما لذت بردیم، یعنی نمیتونه بیاد که همیشه ما هر موقع بگیم زوس بیا کانال ما بعد بیاد. ممکنه بالاخره باید وقتش بذاره رو چیزایی که فکر میکنه تاثیر مثبتی رو کانال خودش داره. ما نباید انتظار داشته باشیم که از هر کسی که دوست داریم تا بگیم که بیا رو کانال ما اونو حاضر بشه بیا. ما خودمون میبینیم که چقدر وقت کمه برای کاری که خودمون میکنیم. بالاخره باید نباید همچین انتظار داشته باشیم. ما بالاخره هر کسی زوس اگه هر موقع بخواد بیاد کانال جمهوری به خدا، یعنی که ما معلومه که حاضریم خیلی حاضریم بیاد دوباره. خب خیلی هم دوست خواهیم داشت، ولی این انتظار رو نباید داشته باشیم که به هر موقع بتونیم بیایم بگیم به یه نفر بیاد وقت بذاره برای کانال ما و ایشون حاضر باشه. معلومه ما به شدت لذت خواهیم بود اگه زوس دوباره برگرده. خیلی خب پس من برم. فعلا ابلیس حافظ همه شما. فعلا.